خب همیانان گرامی، با آقای مهندس بهرام مشیری گفتگو میکنیم. آقای مشیری شب شما خوش. درود بر شما جناب مهری گرامی، خسته نباشه قربان. سلام میکنم خدمت شما هموطنان گرامی و شما. آقای مشیری جانم قربان، امروز یک همیهنی از درون مرز با من صحبت میکردن. بله. بعد داشتن مثل که خودشونو خانوادهشون برنامه آقای مشیری رو، برنامه تلویزیونی آقای مشیری گوش میگردن. بله. گفتن آقا این آقای مشیری حسابی آقای قمشهری رسیده. گفتم چطور مگه؟ گفت آقا استاره ثابت میکنه که این معرکه گیر، این سواد نداره. بابا سواد یاد بگیر بعد بیا صحبت کن. چنین مطالبی فرموده بودین؟ من چندن نه، من به این لحن و به این وجه نه، ولی این آقای قمشهری عرضی شود که از اون مغالطه کارانه شگفت‌انگیز هست که مغالطه کارم خوبه جان؟ مغالطه کارم اینه معرفی؟ بله، مغالطه کار ایشون. و عرض شود که خب هر سیستمی در هر دوره یک شومنی داره. در روزگار قدیم مثلا مرحوم فریدون فرخزاد بود، ایشون هم امروز به نظر بنده شومن این رژیم هست. یعنی این که عرض شود که آسمان رو به ریسمان بافتن و استنتاج های عرض شود که ما بعد و طبیعی از قضایای عقلی گرفتن. و عرض شود که یکی از به قول امریکایی میگن نیم دراپر، یکی از وجوه مغلطه پشت هم نام بزرگان رو بردن و تشبه. نیم دراپر بازم داشتیم جان؟ در برون مرزم نیم دراپر چند تا داشتیم. بله بله، این ایشون هست. اینها مقصود این بود که یک کسی زنگ زد از اروپا و این بیت مولانا رو خان چهارشنبه گذشته، این نفس اول ران یا عقل اول ران بر عقل دوم ماهی از سر گنده گردد. آها آره آره، اینم گفتن. گفتن آره، و ایشون گفتن که ما از آقای قمشهری پرسیدیم، گفتن که این بیت معنی نداره جزی که ما بگوییم ماهی از سر کنده گردد، یعنی سر ماهی رو بکنیم. و یک چیز حجمی گفتن که هیچ معنی نمیداد. از که گفتم این آقای قمشهری هم بهتره که یک اندکی تأمل بکنه. آقای مشیری خیلی طرفدار داره. بله خب عوام الناس همیشه هستن قربان. ببینید هر چبتی داستان همون شکل ما رو نمیدونم نوشتن ما رو اینها، در کشوری که هیچ گونه نشاط و شادی نیست این گونه مجالس و محافل گرمی داره. ایشون شنیدم که از این عروسی به اون عروسی وجوه کلان میگیره، از همین صحبت ها میکنه. و هر چبت که با همین آوردن نام های متعدد دانشمندان از شکسپیر بگیرید تا ابن سینا، مرعوب میکنه این جوانان ساده دل و ناآگاه و مبتدیان و اینها، و برای خود بازارگرمی میکنه. ولی وقتی شما نگاه کنید به این فرمایشات ایشان، نه هدفی مترتب هست، نه دانشی، نه عمقی، نه استنتاج های درستی اینها. و مرتب هم عرض میشود که از مرحوم پدرشون اشعاری بسیار رکیک و خنک نقل میکنن و اینها. و خب به هر صورت بازار گرمی کردن. شنیدم کنم که همشیره اسم پدرشون آوردین آقای مشیری؟ من پدرشون آخوند بودن، روبرو خونه ما میشستن. بله بله، در خیابان مشاور السلطنه نزدیک میدان شاه. بله. و چند فرزند داشتن. حالا نمیدونم این همون قربان، این همون فرزند همون آخوندیست که خود در دانشگاه هم سمتی داشت و ترجمه قرآن و اینها میکرده و این داستان ها. بله بله، صورت بله. من یادم میگفتن اون زمان خب ما بچه بودیم. بله. میگفتن آقا روزا میره دفترش قرآن ترجمه میکنه. بله بله، یعنی پدر ایشون مثل که قرآن هم داره دیگه ترجمه. بله دیگه، بله هست. بله این آقای الهی قمشهری و اینا. به هر صورت مقصود این بود، حالا به هر صورت خداوند ایشون هم به راه راست هدایت. بله. آقای مشیری یه شنونده زنگ زدن. بله. گفتن که از آقای مشیری درباره یوفو سوال کنیم، همین بشقاب پرنده ها و اینا. بله بله. آقای مشیری نظرشون چیه؟ گویا در برخی از تلویزیون ها این بحث گسترش پیدا کرده. یه زمانی هم تو فرانسه خیلی دربارش صحبت میکردن. بله بله. اونجا البته یه چیز دیگه میگفتن بهش. بله، اینجا بودن UFO یعنی Unidentified Flying Object. بله. اون UFO البته که این داستان هم این عوام الناس همیشه ذهنیتشون به خرافات اینها
گرایش دارد، این هم از اون نوع هست. یعنی در واقع فلاینگ ساسر که همون بشقاب پرنده باشه، به فارسی درست ترجمه کردن بشقاب پرنده، و همین یو اف او که اسم عمومیش هست. اینها هر چقدر یک زمانی این ارتش آمریکا در یکی از ایالات جنوبی پیش از پیدایش این تکنولوژی های جدید، اینها مشغول ساختن یک تعدادی بالون بودن. اینها عرض کنم که از یک نوع جنسی بودن که اینها شفاف بود و میبایستی اینها رو به فضا بفرستن و اینها بر سر مواضع روسها و اینها پرواز کنن و عکسبرداری بکنن و در بازگشت اینها رو بگیرن. یک همچین پروژه و طرحی بود که با شکست مواجه شد و یکی از اینها سقوط کرد و یک شخص اونجا گذر کرد، اینها رو دید و چون پروژه سری بود اونجا آمدند و عرض می شود که از سوی ارتش و اینها بساط رو جمع کردن که کسی متوجه این پروژه سری نشود. اما گفت که سر غمش در دهن عام افتاد و این داستانی که ارتش آمریکا عرض شود که یک گروهی که از آسمان ها آمدند اینها دستگیر کردند و گرفتند و هنوز هم عده هستند در آمریکا صاحب دکتراهای فیزیک و اینها دکانی گرم کردن با این قضیه که بله این اسرار رو گرفتن. حتی این روزها میگن تمام این تکنولوژی فایبر آپتیک و لیزر و اینها رو از همونجا گرفتن و اینها رو بردن و به بیمارستان منتقل کردن. آدمهای کوچک اندامی بودن با سرهای بزرگ و از این جور صحبت ها و از این جور داستان ها بر شود که این ماجرا در آمریکا. بعد شاهدان عینی آمدن و در چند صد مورد گزارش میکردن که بله ما هم دیده ایم چنین چیزی. چند حقباز هم چیزها ساختند و به هوا فرستادند و عکسبرداری کردند و اینها، و این داستان بسیار مشهور بوده و هنوز هم ادامه دارد. یعنی اینکه عرض شود که خیلی انسان دوست داره اساساً، فکر میکنم همه آدم ها که بدانن موجودات دیگری هم در جای دیگری هستند که اینها مثل ما هستند یا دارای دانش و هوش هستند و اینها، این یک مطلب خیلی جالبی است واقعا. و فکر میکنم که کوشش عرض کنم که این تشکیلات نجومی اینها هم در این جهت متوجه هست که یک موجودات زنده دیگری هم در کهکشان ها کشف بکنن که ثابت بشه باید انسان تنها نیست. باری این داستان ها بله درست میتونه در تلویزیون آمریکایی هم همیشه صحبتش هست اینها، ولی این صحت ندار. حتی آمدن عرض شود که فیزیکدان ها در این مملکت یک چیزی شبیه همین بشقاب پرندهی که گرد هست و میانش کروی هست و اینا ساختن، اساسا که نیچیزی پرواز نمی کنه. و مطلب اینجاست که اگر جسمی بخواهد بیرون از منظومه شمسی، چون ما می دانیم در منظومه شمسی با این تعداد از کنم که سیاراتی که هستن و گرد خورشید در اینها که هیچ نیست، اگر کسی بخواهد از بیرون از منظومه شمسی نزدیکترین کراتی که هست مسافرت بکنه، اساسا عمر انسان، عمر هیچ کس هزاران سال طول میکشد که با این سرعت ها فرض بفرمایید که یک کسی برسد اینجا. یعنی تصور بفرمایید که برابر محاسبه که یک فیزیکدان کرده بود، اگر ما در روزگار ارسطو که قریب 300 اند پیش از میلاد هست با موشک هایی که ما امروز در اختیار داریم که با 50,000 کیلومتر در ساعت حرکت میکنن چیزی میفرستادیم، انسانی میفرستیم به نزدیکترین کره، هنوز نرسیده بود. این است که یه امر غیر ممکنی است و هر سبب که این هم جز شایعات هست و جز خرافات به حساب باید آورد. و حتی مجبور کردن که رئیس جمهور، بعض رئیس جمهورهای آمریکا بیان و بگن آقا سری در کار نیست و کاخ سفید و ارتش آمریکا چیزی چنین در اختیار ندارد. اما چون این داستان مورد توجه عوام هست و هر سبب که کتابی که نوشته شده بر اینها میخرن و فروش دارن، این داستان همینطور زنده مونده. و یک محلی هم هست در نمیدونم نیومکسیکا هست یا آریزونا که اون منطقه 50 و نمیدونم چند اسمش هست که اونجا به عنوان جایی که این داستان اتفاق افتاده هنوز هم بسیار معروف هست و بینندگان دارد از جای جهان. فقط ما نیستیم که امامزاده داریم، آقای موری اینا به گونه دیگر اینا تبدیل شده است به یک جایی که میان و میگن بله اینجا همون جایی است که بشقاب پرنده رو گرفتن و آدمهای کوچک اندام بسیار هوشمند رو گرفتن و تکنولوژی لیزر و فایبر آپتیکس و عرض کنم که سوختهای موشکی و غیره و زالک رو از اینها آموختن و از این داستانها. اما این داستان به کلی بی اساس و به لحاظ علمی مردود هست. کسی اندکی در این زمینها کار کرده باشد، اندکی در باب نجوم و فیزیک و علوم و اینها بدانه، میداند که اینها انان بی پای و اساسی است. اختراع لیزر سالها طول کشیده، در تداوم تحقیقات دیگری بوده
یا آپتیکس یا چیزهای دیگر، اینها این است که اینها سخنان عامیانه است و عرض کنم که صحت ندارد و میسر نیست اساسا چیزی به اون شکل پرواز بکنه. و عرض کردم اگر با سرعت 50,000 کیلومتر در ساعت کسی حرکت بکنه، از روزگار ارسطو قربان تا به امروز هنوز به زمین نمیرسید. این است که اینها همونطور که عرض کردم اینها تخیلات عوام الناس است، بسیار تخیلات شیرینی هم هست البته، اما صحت علمی نداره. قربان مغلطه های راستنما، بله بله، اینها هم از اون داستان هاست و از شبت که می سازند و آدم های خیلی عاقل و دانشی دیدن بنده که می نشینن در این با بحث می کنند، گوه می کنند نظرشون جز چیزی جز همین بازارگرمی و فروش کتاب ها اینها نباشد، چون خیلی مطلب واضح هست. این داستان یک پروژه جاسوسی بود و بعد اینها جمع‌آوری کردند و این بندوبستات رو بردن به یک پایگاه نیروی هوایی بود، در اونجا نگهداری کردن اینها و از طبق نمیخواستن که کسی بداند که اینها چه میکنن، چون گمان میکردن که این یک پروژه موفقیت آمیز خواهد بود در ارتباط با جمع‌آوری اطلاعات و این داستان ها از اونجا ساخته شد. آقای ماشین، ما وقتی در مجله روشنفکر کار میکردیم، من سردبیر این مجله بودم 3-4 سالی، گاهی اوقات مترجم ایتالیاییمون میومد، آقای مهندس شاروخی میومد و میگفتش که کیهان نوردا مثلا آثاری ازشون باقی مانده در پرو، در کشور آمریکایی جنوبی. آله. اونجا رد یک فرودگاه های عظیمی که سنگ های قولاسا داره باقی مانده و عکسای اینا رو به ما نشون میداد و میگفتش که اینا همون یوفو ها هستن یا یو اف او ها هستن که به زمین آمدند و زمین رو اداره کردن و سپس بازگشتن. بله بله، بعد این داستان ها بود، خیلی داستان میگفتن. بله یادم میاد در جراید ایران هم به این معنی توجه میشد. بنده در همون روزگاران که نوجوان بودم و اینها، بعض اوقات در همین مجلات ایران هم تصویرها بود و داستانها بود و قصه ها که بله این داستان از جای دیگری آمده است و از اینجور قصه ها. بله، اگر آدم یه وقت تکذیب میکرد مثل کسانی که در صفحه ها بنگرند با آدم نگاه میکردن، باور کن آقا پس تو چی خوندی؟ دیدی که ما بچه بودیم چقدر، حتی پدر مادرم میگفتن پس تو چی خوندی؟ عجیب اینجاست که آقای مهری ببینید، عجیب اینجاست که این همه کتاب های علمی قابل توجه، یعنی آثاری که جهان رو تغییر داده به حقیقت، در دسترس هست، مورد توجه نیست. بارها از بنده پرسیدن آقا این سینوه عجب کتابی نوشته این آقای مهری، چه حق بازی عرابه خدایان رو خوندی؟ حالا اینها یه چیزهای بی اساس رمان عرض کنم که نتیجه تخیل یک انسان، اینا که فقط همون میشه باید گفت رمان هست، یعنی هیچ حقیقت علمی پشت سرش نیست. اینا عرض میکنم که ذهنیت ها به این داستان ها بیشتر توجه دارند و تخیل های دور و دراز و عرض میکنم رویا های هپروتی و این ها هست. قربان، من ممنونم آقای ماشیری. باش من دو سه تا سوال آمده است آقای ماشیری. یکی این که گفتن از آقای مشیری بپرسین چه کسی ایرانی است. گفتم خب معلومه کسی که شناسنامه ایرانی داشته باشه. گفتن که نه خیلی شما خیلی ساده اندیشی. چه کسی ایرانی است خیلی خیلی وسعت و عمق داره. شما پیشاپیش با آقای مشیری بگین براتون توضیح میدم. گفتم باشه من بهشون میگم. بله. این اولین سواله. اگر به این پاسخ دادید و فرصتی بود، بله، با اجازتون سوال بعدی رو مطرح می‌کنم. بله خواهش میکنم. عرض میشود که خب این سوالی که میفرمایید، ما اینجا دچار مشکلات عدیده میشویم به لحاظ این تغییر تطوری که در این فرهنگ ما رخ داده. از فرض کنید که روزگار حمله عرب به ایران و دیگرگون شدن فرهنگ و حمله مغول‌ها، یعنی ما اونچه امروز هستیم نبودیم. طرز سخن گفتن ما دگرگون شده، عرض می‌کنم شیوه تفکر و جهان‌بینی ما دگرگون شده،
و اینجاست که ما بایستی که اشاره بکنیم به قول معروف جهان ایدئال و جهان موجود. یعنی که ما اگر بخواهیم یک شخصیت ایرانی تاریخی به مفهومی که میشناسیم و بیشتر مربوط هست به تمدن آریایی و اینها او رو معرفی کنیم، بسیار تفاوت میکند با عرض میکنم که آدم شیعه‌ای که برای امام حسین غمه زده در سده یا کوچه های اردبیل و اینها، این دچار تطور شده. اما اگه بخوام بر روی هم یک قضاوتی بکنیم و یک جوابی بایسته برهیم به این داستان، هر میشود که ایرانیان اساساً از روزگار قدیم اگر نگاه بکنیم مردمانی بودند دقیق النظر و لطیف‌تر و صلح دوست و راستگو و شجاع، و اینها رو میشود در اندیشه های فرض کنیم زرتشت یا در خدای نامه ها و عرض کنم که تداوم شاهنامه هست و اینها ببینیم، و این مورخان یونانی عرض میکنم که از اینجور صفات به ما متصف کردن که ایرانیان به فرزندان خود میگویند راست بگویید، اسب برانید و تیر رو مستقیم بیاندازید. اینها عرض شود که و ما عرض شود که مردمان بسیار عمیقی شاید نبودیم، به جهت اینکه ما بیاندازه طبیعتگرا بودیم، یعنی که توجه ما به طبیعت و آباد کردن گیتی و توجه به زیبایی ها و عرض می شود که سرودن شعر و پرورش گل، این از لطافت های فرهنگی تبار آریایی بوده در روزگار قدیم. و عرض بیبینی شاید به این جهت هم هست که این درون نگری و تفکر عمیق نبوده است که ما بتوانیم یک نظام فلسفی عمیقی واقعا در این کشور ایجاد بکنیم. و اگر انصاف بدهیم باید بگویم که ما خیلی عمیق‌اندیش نبوده ایم، ضمن اینکه تمدن‌های بزرگ ایجاد شد در توسط ایرانیان و قدرت اول آسیا بودیم، یکی از دو قدرت بزرگ جهان، اما نظام فلسفی و تفکری به شیوه آلمانی یا یونانی و اینها نبوده است. حالا برمیگردیم به این داستان که چه کسی ایرانی است. عرض شود که این شناسنامه ایرانی داشتن به گمان بنده شخص رو ایرانی نمی کند. یعنی به گمان بند اگر بگوین که ایرانی چه کسی است، ایرانی هر سبب که یک شخصیتی است محجوب، نجیب، مؤدب و هر سبب پرکار که به گذشته خود وقوف داره. حتما یک عرض کنم که بارقه های از ادب یا ادب دوستی و حسن کلام در یک انسان ایرانی هست، بلاز این که بدون وقوف از گذشتگان و این که بر این کشور چه رفته است و فرهنگ او چه گذشته و بزرگان این کشور که بودن و شاخصهای بزرگ چه بودن، و بدون این که انسان عرض کنم به این مطالب فکر بکند و هویت خود رو در این قضایا جستجو بکند، این واقعا ایرانی خیلی معنی ندارد. این که فرض فرمایید ما یک اسم ایرانی بگذاریم شناسنامه، این ما رو ایرانی نمی کند. این هست که ضمن اینکه این سوال خیلی مشکل هست به لحاظ این که ما اگر مقایسه بکنیم فرض فرمایید که شخصیت یک ایرانی مثلا در روزگار انوشیروان، اگر ما یک ایرانی رو از خیابانهای تیسفون بگیریم و یک ایرانی رو هم امروز از خیابانهای تهران انتخاب بکنیم به طور متوسط، ببینیم که خلقیات اینها بسیار با هم متفاوت هست به جهت عرض کنم حوادثی که رفته و تطوری که در طرز اندیشه و فرهنگ ایجاد شده بر اثر حوادثی که عرض کنم که بر ما رفته. حتی طرز گفتار ما دگرگون شده، یعنی اگر ما به گفته ها و یه فرض کنیم فردوسی توجه کنیم که چگونه سخن میگفته این استاد یا عنصری یا فرخی یا شاعر اون روزگار، میبینیم که متانت و شفافیتی در گفتار و نوعی شجاعت در سخن و سخنوری هست که این رفته رفته تبدیل شده است به عرض کنم ابهام و ایهام و اینها، و یک ضعف نفسی بر ما حاکم شده است به لحاظ همین حوادث خونبار تاریخی که بر اثر حمله عرب و مغول و آسیای مرکزی ها و تیمور و غیره و اینها آمده. اینها بلایایی نبوده که تأثیر خود رو نگذاره. یعنی فرض فرمایید که اگر ما مقایسه بکنیم مثلا سخن فرخی رو با سخن مثلا فرض کنید صاحب تبریزی، ببینیم این ایرانی که شفاف سخن میگفته و به صراحت سخن میرانده چه میزان باریکندیش و نحیف شده. یعنی که در سر گذشت روزگار حوادث عرض کنم که بسیار تغییر کرده و میشود گفت بر روی هم به ضعف گراییده.
این است که واقعا خیلی مشکل هست که ما بتوانیم یک میانگینی بگیریم و بگوییم ایرانی کیست. اما همینطور که عرض کردم، این صفاتی که ایرانیان بدون متصف هستند، عرض می شود که همین مهربانی است، مهربانیدن و صلح دوستی، نکته یابی، دقیق بینی، تحسین زیبایی، عرض می شود که مهمان نوازی و توجه به گذشتگان و صفاتی از این قبیل. به خلاصه اگه بخوام عرض کنم خدمت. ممنونم آقای مشیری. اولین بار که می دونین که یک فیلسوف فرانسوی بود که مطرح کرد. عجب، نمی دونم که ایرانی کیست، چه کسی میتواند ایرانی باشد؟ بله، نمیدونم. مثلا این کتابی نوشته در این مورد، البته داستان ماننده. عجب. بر روی بله. حالا اسمش هم یوی لحظه یادم رفت. اون نویسنده فیلسوف کتاب، نویسنده کتاب، اسم کتاب هم یوی یادم رفت. اوربانشو؟ نه نه، در آستانه انقلاب کبیر فرانسه زندگی میکرده. آره، به هر حال اون یه همچین کتابی نوشته در مورد اینکه چه کسی میتواند ایرانی باشد. البته فراموش نکنیم که این مستشرقین که به ایران آمدن، اینها نظرات مختلف و متلونی در باب ایرانی ها ابراز کردن، بستگی به اینکه در کجا بودن و نگرششون چگونه بود، چه برخوردها داشتند و اینها. یک فصلی هم در ببخشید آقای مشیری جان، نویسنده کتاب روح القوانین، بله، مونتسکیو رو میفرمایید؟ مونتسکیو. بله بله، عرض شود که یک فصلی در کتاب، عرض می شود که آقای شاردن هست که اونجا توضیح می دهد که ایرانیان چگونه می اندیشن و چگونه مردمانی هستن. و یک ایتالیایی هم به ایران آمده از روزگار شاه عباس، چون اینها نخستین مستشرقان هستن که می آمدن در همون روزگار ابتدای صفوی، به نام پیترو دلاواله. او هم نظرات جالب داده در باب ایرانیان و خلقیات ایرانیان. و دیگران آمدن تا این کنت دوگوبینو اخیر و ادوارد براون و اینها در باب ما چیزها نوشتند. و عرض شود که فکر میکنم نمونه انحطاط خلقیات ایرانی رو عرض شود که در کتاب حاجی بابا باید دید، این ترجمه میرزا حبیب اصفهانی که شاهکاری است در زمینه نویسندگی، یکی از زیباترین کتابهایی که بنده خواندم همین حاجی بابا بود. خیلی عمیق در، عرض کنم که سایکی و روانشناسی ایرانی فرو رفته و البته بخش‌های بسیار منحته، عرض کنم که یک ایرانی متوسط رو در خیابان در اون روزگاران، عرض کنم که قاجارها، ابتدای قاجارها و اینها نشان داده و به بسیار بسیار هم زیبا نوشته شده. اما به هر صورت اون همه خلقیات ایرانی نیست، چون بنده در اونجا هیچ فرزانگی ندیدم در کتاب حاجی بابا، جز فریب و نیرنگ و دروغ و تعصب مذهبی و اینجور چیزها که منتسب کرده به ایرانیان و در واقع در لباس شخصیت‌های مختلف، او هم بدین گونه دیده. هر کسی به وجهی ما رو ارزیابی کرد، اما در چند صفت بوده است که اینها تقریبا همه مشترک هستند و اون مهربانی، زود آشنایی و مهمون نوازی ایرانیان و ذوق و سلیقه ایرانیان و علاقه ایرانیان به ادبیات و عرض کنم که باغ و بستان و گل و عرض کنم همین لطیف اندیشی ها و اینجور داستان هاست که تقریبا میشه بعد گفت همه مشترک هستن. مشیری، در مورد اینکه ایرانی ها پایه های اصلی دیپلماسی جهان رو گذاشتن هم من بسیار خواندم. بله. به خصوص در تاریخ تمدن و همچنین فرهنگ غذایی ایران. بله 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 بله. بله. خب اینها، عرض کنم که اینها مظاهر مدنیت ایرانی بوده در اون روزگار. همین مطلبی که می‌فرمایید، اینها در باب عرض شود که گسترش مدنیت، البته وقتی یک امپراتوری به عظمت ساسانیان یا فرض کنین هخامنشیان، این لازمه این مدنیت البته دیپلماسی قوی هست. البته عرض می کنم که رجال بزرگ، سیاستمداران بزرگ در اونجا بودن که توانستن مدیریت بکنن چنین فرهنگ و چنین کشوری را. هیچ شک و تردید در این نیست. بله. و اما آقای مشیری، سوال بعدی سوال بعدی درباره بازم شاهنامه است. شاهنامه، پرسش این است که انسان خوب در شاهنامه کیست؟
آها، یعنی انسان خوب چه کسی است؟ بله، انسان خوب در شاهنامه در واقع اینم باز برمیگرده به همین سوال قبلی فکر میکنم. خب نه، این مشخصتر هست به جهت اینکه فردوسی از روزگاری صحبت میکند که عرض شود که فرهنگ ایرانی یک دست بوده و ما بهتر میتوانیم عرض کنم که در این باب صحبت کنیم، یعنی قضیه شفافتر هست، به گذشته ایران مربوط هست و عرض کنم که به ایران باستان مربوط هست این شخصیت های شاهنامه. و اینکه شخص ایرانی در خوب در شاهنامه کیست، ببینید ردبندی و ردیفبندی شخصیت هاست در شاهنامه. همونطور که عرض کردم ویژگی های حماسه، یکی این هست که عرض کنم که به جای اینکه در باب شجاعت شاعر داد سخن بدهد، سعی میکند شجاع رو به طور فیزیکی معرفی بکند که تجسم واقعی داشته باشد خواننده، و اساسا اساری حماسه هم همین هست. اما وقتی وارد شاهنامه بشویم، ما از سبت طبقات مختلف داریم. اگر بخواهیم خلاصه بکنیم، میتونم خدمتتون عرض کنم که ما طبقه پهلوانان داریم که این شخصیت های شاهنامه تشکیل میدن، و طبقه پادشاهان رو داریم. و عرض شود که از پادشاهان که البته از این پادشاهان قدیم مثل پیشدادیان، مثل جمشید و دیگران که نام برده، که استاد طوسی خیلی به اختصار پرداخته، نمیخواسته وارد این قضیه بشود، اینها میگذاریم. و در باب کسانی که عرض شود که به تفصیل در باب این پادشاهان سخن رانده، عرض شود که مثلا کیکاووس شخصیت مورد علاقه فردوسی نیست، به جهت اینکه ضمن اینکه کیکاووس پادشاهی محتشم هست و بزرگ هست، اما بسیار تندخوست و تصمیم های خیلی عجولانه میگیره و در بسیاری موارد هم با مشکل روبرو میشه، مثل پرواز او به آسمان یا رفتن او به مازندران، و فردوسی او رو نکوهش میکنه. و در بسیاری موارد عرض کنم که یکی دو جا شاه دیوانه او رو خطاب کرده. بنابراین حتی در رویاروی رستم عرض میشود که کاووس میگوید چنین تاج بر تارک بیبه ها بسی بهترن در دم اژدها. به نیکی نشان میدهد که فردوسی عرض میکنم که علاقه زیادی به کیکاووس ندارد، و یا حداقل بگوییم کاووس کی شخصیت مورد نظر فردوسی نیست. عرض شود که و بعد میرسیم به فریدون، یکی از شخصیت هایی که بسیار میپسنده در بین پادشاهان البته فریدون هست، اما از میان همه اینها بنده گمان میکنم که کیخسرو پادشاهی است که فردوسی او رو بسیار دوست می‌داره، به جهت اینکه هم خردمند هست، چون خرد دستمایه اصلی شاهنامه است، هم عادل هست، هم دارای بصیرت هست، هم دارای شکوه شاهانه هست، هم تصمیم‌های نیک می‌گیره، هم دارای داد و بخشش هست و کرامت هست. این هست که بعض از بهترین ابیات خود رو فردوسی به پای کیخسرو ریخته، در اون جایی که کیخسرو رو برگرداندن از توران زمین که گیو رفته و او را آورده، و بعد اختلاف افتاده از میان پهلوانان، عرض می شود که تجسمی داد به دست داد استاد طوس. می فرماید که در اون تخت می تاف خسرو چو ماه ز یاقوت رخشنده، بر سر کلاه ابا توق و با یاره و گوشوار، دستندرش گرزه گاوسار، به گردندرش جند پیلان دویست، تو گفتی به گیتی جزو شاه نیست. و این شخصیت مورد پسند فردوسی است در میان پادشاهان باستانی. و بعد که برسیم به عرض شود که پهلوانان، البته رستم هست که بهترین شخصیت شاهنامه هست، و این جنبه پهلوانی رستم و جنبه عرض می شود که استواری او در موضوع آزادی و اینکه سر بندگی در مقابل هیچ کسی خم نکرده، نه در مقابل پادشاهان و نه در مقابل دین، این موضوعی است که بسیار به اون پرداخته. و رستم شخصیت مستقل و آزادی است، در سیستان زندگی میکند و گاه که خطرات عظیم متوجه ایران زمین هست، نامی معمولا نوشته میشه و نامه را معمولا گیو میبره و به رستم میده و رستم به پایتخت میاد که حل مشکل بکند. حتی رستم سمت فرماندهی سپاه را هم عرض کنم که قبول نمیکنه، و همواره این طوس زرین کفش است که فرمانده سپاه ایران هست، و رستم در
در نبردها با سپاه او حرکت میکنه. یعنی آزادی و آزادگی که یکی از جانمایه های شاهنامه هست در چهره رستم جلوه کرده و عرض میشود که دلیران به شاهی مرا خواستند، همون تاج و همون تخت افسر بیاراستند. نکردم سوی تخت شاهی نگاه، نگه داشتم رسم و آیین و راه. اگر من پذیرفتمی تاج و تخت، نبودی تو را این بزرگی و بخت. از قول رستم به کیکاووس. بنابراین رستم شخصیت شماره یک شاهنامه هست. بعد از رستم دیگه باید ما عرض کنم متوجه گیو باشیم، ویژگی های گیو. عرض کنم که پهلوان پرخاشجوی و آشیناپذیر و سخت دلیر، و من شماره کردم درست بر حسب اهمیت این پهلوانان تعداد دفعاتی استاد از اینها نام برده متفاوت هست. یک چیزی حدود 780 بار رستم رو نام برده، قریب 456 بار اگر من حالا از حافظه صحبت میکنم از گیب نام برده، و بعد گودرد هست که نمانده خیلی چون صفات مختلف رو در چهره پهلوانان مختلف متجلی کرده. گودرد نماینده خرد سپاه ایران هست و بسیار مورد علاقه شاهنامه هست. و عرض میکنم که بر روی هم دلیری و پهلوانی، خردمندی و بصیرت و عدل و داد، و عرض می شود که آزادگی، اینها عرض شود که صفاتی است که فردوسی تعقیب میکنه در طول کتاب، ضمن اینکه هدف اصلی خود که عرض شود که زنده کردن زبان فارسی و تاریخ عجم باشه به قول خود او در نظر هست، همواره این شخصیت ها به همین شیوه پیش میان. سیاوش این شخصیتی دیگری است. این است که اینها کاملا متفاوت هستن آقای مهدی. اما بر روی هم ما بخوایم یک شخص انتخاب کنیم از میان شاهنامه، حتما رستم رو باید انتخاب کنیم. آقای مشیر، یک بانوی صحبت کردن با ژاله خانوم. بله، ژاله خانوم این خلاصه مطالب ایشون رو روی صفحه کاغذ بر من آوردن. بله بله. یک، آقای مشیری در یکی از برنامه هایشون از دفتر صحبت کردن. این شعر حافظ، این دفتر بیمعنی غرق می نابولا. البته این بانو گفتن بنویسید این دفتر بیمعنی غرق شراب نابولا. بله، غرق می نابولا. دو، آقای مشیری قرار بود دنباله داستانهای جنگ جهانی دوم را تعریف کنند. چه شد؟ جواب میدین؟ بله بله بله. از جنگ جهانی دوم که خب با هم صحبت کردیم و خب تموم شد دیگه. به قول فردوسی که این داستان بسیار عریض و طویل است، ممکن است ما به نتیجه نرسیم. چون یک سال تموم، یک سال پیش تموم شد. چون نیست. بله بله. اما در باب این دفتر بی‌معنی، از سبب که این خرقه که من دارم در رهن شراب و اولا، این دفتر بی‌معنی غرق می ناب و اولا. این دفتر از سبب یک معنی عام دارد، یک معنی خاص به گمان من. مرحوم سیرجانی برای اولین بار که بنده شنیدم، ایشون زمانی که لس آنجلس آمده بودن رندانه گفتن، بعضی میگوین که آقا منظور حافظ از این داستان، از این دفتر قرآن بوده اینها. و بعد کنکاشی بنده کردن، دیدن که درست گفت سیرجانی. جایی میگوید که صراحی میکشم پنهان و مردم دفتر انگارند، عجب گر آتش این زرق در دفتر نمیگیرد. یعنی که این بطری بغلی رو که در قدیم هم میساختن در جیب من هست و مردم گمان میکنن من قرآن حمل میکنم. من بعید ندیدم که مقصود حافظ دفتر بیمعنی هر چرا که همین داستان باشد. این هست که این مطلب رو یک بار نقل کردم و نام مرحوم سیرجانی رو هم بردم. فکر میکنم مقصود خانم همون مطلب باشه. بابا آقای مشیری، یه شنونده ای گفتن که این سؤال مربوط به انسان خوب در شاهنامه چه کسی است، این رو آقای اسلامی ندوشن هم در یک مقاله ای چندین سال پیش نوشتن و توصیف کردن که انسان خوب در شاهنامه چه صفاتی داره. بله و اول بله میدونم گفتن که بعد از رستم ایرج پسر سوم فریدون دارای صفات انسانی
به حال خوب است و در خور احترام. اینو آقای اسلامی دادوشن نوشته. من البته به اسلامی دادوشن به خاطر نثر روان و عمیقش خیلی احترام دارم. بله بسیار خیلی کتابای فراوانی نوشتن. بله بسیار کار کردن ایشون. من آقای مشیری حالا یه چیزی از اون تعریف کنم. من یه بار از میدونی که من در پاریس که بودم با مطبوعات ایران همکاری میکردم در زمان شاه، چون ما قبل از انقلاب رفته بودیم. بله هستم. حضورتون عرض کنم که با روزنامه اطلاعات کار میکردم. یک بار پیش خودم تصور کردم، گفتم که فرض میکنیم که در دانشگاه سوربن تعدادی از دانشمندان جهان جمع شدن درباره معنای فرهنگ و اینکه فرهنگ جهان به کدامین سو داره حرکت میکنه بحث کردن. بله. اینا رو تخیل کردم، تخیلاتم رو آوردم رو کاغذ. جالبه. تقلب کردم. نوشتم یه همچین اجلاسی در فرانسه در سوربن برپا شده و این حرفا رو هر کس در اسم اشخاص مشهور زمانم آورده بودم، اما که فلانی درباره فرهنگ چی گفت، بهمان کس چه گفت، همه رو آورده بودم. بعد از چند وقت، خب هر سال دو سه بار میرفتم ایران برای کارم، این رفتم ایران با آقای دادوشن آشنایی داشتم به مناسبت اینکه مثلا ناشر هر دوی ما آقای باقرزاده بودن، آقای باقرزاده انتشارات توس. بله. بعد ایشون من نزدیکی های انتشارات توس دید، سلام علیکم، آقا ما یکی از مقالات شما رو به عنوان شاهد در مقدمه کتاب شبه فرهنگ آوردیم که بفرمایید دانشمندان جهان هم همون چیزایی رو میگن که بنده گفتم در کتاب شبه فرهنگ. زنده باش. البته من خجالت کشتم بهشون بگم که من تقلب کردم و اینا ساخته تصورات منه. تقلب نیست قربان. هر سبت یه بگید که آقای موری در باب این که آقای نوشن گفتن ایرج، ما این مخواهیم صفات به قول معروف رو در نظر بگیریم و صفات انسانی در این قیاس، حتما سیاوش از ایرج بسی بالاتر هست، به لحاظ این که خیلی مختصر پرداخته به داستان ایرج و سلم و تور، در حالی که یک بخشی مشبع و مهم از شاهنامه راجع است به داستان سیاوش. و خود استاد می‌فرماید که بگیتی کسی چون سیاوش نبود، چون راد و بیدار و خاموش نبود. یعنی این که در این فرهنگ ایرانی، حالا چون این سخن پیش آمد عرض می‌کنم، در یک مورد دیگری هم عرض کردم این موضوع شهید پروری و شهید و اینها که هست، وقتی ما به این شخصیت سیاوش نگاه کنیم که شخصیتی کاملا معصوم و خردمند و بیدار هست و اینها، ما تداوم این صفات رو از ابتدا تا پایان شاهنامه می‌بینیم. در حقیقت این داستان حسین و این هم واسه بی‌ربط نباشد به داستان سیاوش. و می‌خواستم عرض کنم خدمت هموطنان که وقتی ما می‌گوییم شهید، شهید واقعی سیاوش هست و این شهید دارای معنی است. عرض شود که شهید معمولاً به کسی واسه گفته بشود که برای وصول و حصول ارزش‌های والای انسانی تلاش بکند و وقتی به موقع کار رسید از خود دفاعی نکند، یعنی دست به شمشیر نکند. این داستان سیاوش در حقیقت بیانگر بهترین شهید تاریخ است. یعنی اگر ما بخوایم شهدای تاریخ رو معرفی کنیم، حتما اول سیاوش رو باید معرفی کنیم و سقراط و مسیح، اینها شهدا هستند، نه کسی که شمشیر بکشد برای گرفتن قدرت پدرش و بعد 80 نفر رو بکشد و بعد او رو بکشند و بگن آقا شهید شد. آقا این قتال کرده، این جدال کرده، این که شهادت نیست. این عرض کنم که این آدمکشه. جان؟ آدمکشه که شهید نمیگن. بله بله، درود بر شما، زنده باد. این مطلب رو که توجه دادی، چون ایرج هم کسی است که از خود دفاعی نمیکنه و این داستان ایرج رو به لحاظ عرض کنم که شکلگیری تمدن ایرانی استاد آورده تقسیم بندی، اما به هیچ وجه به پای سیاوش نمیرسه از اون نظر که منظور جناب
عرض کنم که روشن بوده، چون این یکی از داستانهای اصلی و کاراکترهای اصلی شاهنامه سیاوش هست، در حالی که ایرج شخصیت اصلی نیست و عرض کنم به همین صفاتی که او رو متصف کرد استاد سوس، راد و بیدار و خاموش و خردمند، و زمانی هم که موقع مرگ رسید حسن فردوسی هم میگه ز شاهان کسی چون سیاوش نبود، نگاه کنیم چه او راد و آزاد و خاموش نبود. بله بگی که کسی چون سیاوش نبود، هیچ در حق هیچ کس بعد از رستم چنین ابیاتی رو فردوسی به پای کسی نریخته. بگی که کسی چون سیاوش نبود، چون راد و بیدار و خاموش نبود. و چون این نکته رو گفته میزه بگیم وقتی که فردوسی وارد متن تاریخ شده و دفتر حماسه ها بسته شده، البته از شور اشعار خیلی کم شده و از کنم دیگه اون تخیل نیرومند رو نمیبینیم، به جهت اینکه عرض کنم که صحنه تنگ تاریخ جایگاه جبلان اندیشه نیست باری، اما در شخصیت های تاریخی از سبب که علاقه فردوسی به بهرام چوبینه بیشتر از همه است، به لحاظ اینکه زیباترین ابیات رو در بخش تاریخیش به گمان بنده عرض کنم که به پای بهرام چوبین ریخته، سردار دوران قباد، شاید به دلیل اینکه با واقعیت‌های زمان آشناتر بوده. بله بله بله، درود بر شما. بله و هر چقدر که و برای ایران لازم‌تر بوده این شخصیت. میگم شاید به دلیل اینکه فردوسی فکر میکرده که بهرام چوبینه برای بقای ایران زمین وجودش لازم‌تر از درود بر شما. زنده باد زنده باد. عرض کنم مطلبی که فرمودید خیلی جالب هست. عرض می شود که این داستان بهرام چوبین که آمد و عرض شود که تیسون رو گرفت، یک سال همون جا بود، متاسفانه این اعتقاد مردم ما به نطفه مقدس بسیار کار دست ما داده. یعنی اگر مردم از این سردار دلیر واقعا پشتیبانی می کردن، بخوام خدمتتون عرض کنم که آخرین پیروزی نظامی ایران در میدانهای نبرد با بیگانگان پیروزی بهرام چوبین بوده که با 12,000 نفر توانسته قریب 500,000 نفر عرض می شود که خواهان چین ترک رو شکست بده، و عرض شود که داستانهای خیلی جالب و اینا که داستانها حقیقی است، و بعد دیگر ما هیچ پیروزی نداریم تا داستان نادرشاه و دهلی و اینها که خب یک بازسازی بود از عرض می کنم که روحی ملی. و این بهرام چوبین رو اگر مردم ایران در اون روزگار پشتیبانی میکردن و این عرض کنم که ثروتمندان و موبنان و اینها، این گرفت حمله عرب شکل نمیگرفت، بر این گرفتاری عرب پیش نمیامد. آقای مهری، این مطلبی بود که یک جنرال امریکایی هم به بنده گفت، خیلی برای من جالب بود که چه میزان این جنرال که البته جنرال نیروی دریایی بود، دریا سالار بود، برای من خیلی جالب بود که اون این نکته رو گفت که اگر این بهرام از کجا میدونسته اینا رو. بله و اندکی هم بوده، چیز زیادی نیست، فاصله زیادی نیست در روزگار پادشاهی قباد و خسرو پرویز و آمدن اعراب، عرض میکنم که روزگاری نیست. یعنی قوت نظامی ایران چند سال پیشتر از این داستان عرض کنم پرویز به قدری بوده که یک سپه سالار ایرانی با 10,000 و 2,000 به قول فردوسی که انتخاب کرد از میان آیان ایرانی توانسته بزرگ رو شکست بده، در حالی که یک سپاه بزرگ ایرانی رفت و از میکنم تعداد اندکی مردمانی که از آیین سلحشوری واقعا خبری نداشتن و نظمی نداشتن در میدان کارزار و نبردهای بزرگ ندیده بودن شکست خوردن. این است که این از میکنم که خسران رو از کنم که خسران تاریخی رو ملت ایران به دوش میکشه و از دست دادن رجلی مثل بهرام چوبین. و فردوسی به خوبی به معنی آشنا بوده و گذشته از این شخصیت بسیار بزرگی بوده و صفات بارز و جالبی داشته و کارهای بزرگ کرده. این است که در میان شخصیت تاریخی فردوسی در حقیقت در یک جا در یکی از این جنگ‌ها همان ابیات درخشانی که در منظومه رزم رستم اشکبوس از کنم که به کار برده که از شاهکارهای فردوسی، ستون کرد چترا و خم کرد، همین ابیات رو باز تکرار کرده، البته اندکی مختصرتر در باب نبرد بهرام چوبین و شاه به شاه اینها و هر صورت. آقای مشیری عزیز خیلی ممنونم ازتون، خسته نباشین، تا هفته آینده. درود بر شما، تا هفته آینده قربان شما. ممنونم ازتون.